شماری از شهروندان ایتالیایی با تجمع برابر پارلمان کشور آزادی کودکان و نوجوانان فلسطینی را که در زندان‌های رژیم صهیونیستی اسیر هستند خواستار شدند. تجمع کنندگان در حالی که دست‌نوشته‌هایی در حمایت از فلسطینی‌ها در دست داشتند از دولت ایتالیا خواستند به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون ژنو ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطینی را محکوم کند. همکنون در زندان‌های رژیم اسرائیل بیش از 300 کودک و نوجوان زندانی هستند که آخرین آنها یک دختر شجاع 16 ساله فلسطینی است که ماه گذشته برای دفاع از خود به یک نظامی اسرائیلی سیلی زد و سپس صهیونیست‌ها تمام اعضای خانواده اش را مورد ضرب و شتم قرار دادند و او و مادرش را زندانی کردند. فری فری پالستین، فری فری پالستین، فری فری پالستین. اعتراض کنندگان ایتالیایی ادامه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها را در سایه ادامه سکوت غرب و به ویژه آمریکا دانستند. در حالی که آمریکایی ها مدعیان بزرگترین حامی حقوق بشر هستند، اما همیشه چشمان خود را بر روی جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی بستند. آمریکا علاوه بر اینکه خود بزرگترین ناقض حقوق بشر است، بلکه حقوق بشر را نیز دستمایه سلطه غیرقانونی خود بر سرنوشت ملت های جهان قرار می دهد. افراد آزاده جهان می دانند که حقوق بشر آمریکایی دروغی آشکار است. در این تجمع اعتراضی بازداشت و اعمال خشونت علیه کودکان توسط نظامیان رژیم اشغالگر قدس محکوم شد. تجمع کنندگان اعلام کردند باید قاطعانه در برابر اشغالگران و همپیمانان آنان که در مورد قدس و آرمان فلسطین دست به توطئه میزنند ایستاد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.